اینجا بندرعباس، باز میخوایم بریم ساختمون ببینیم. داخل خونه یه سری از پولدارا تو شهر بندرعباس چه شکلی؟ خیلی ها دوست ندارن تو چشم باشن، واسه همین تو خونه‌ای که اصلا فکرشو نمی‌کنیم خیلی لوکس و گرون بی سر و صدا دارن زندگی می‌کنن. قسمتایی از خونه تماما هوشمند. قبلش بگم که دکوراسیون داخلی این خونه واقعا بی‌نظیر. واسه دکورش یه آرشیتکت حرفه‌ای اردو بود. آشپزخونه‌اش و سبک کابینتاش تماما نئوکلاسیک. کابینتاش هم کشوها و فضاهای زیادی داشت. مثل این سوپری و قسمت دارو. تمام کشوهاش برند یونی هوپر بود، نشکن با تحمل وزن بالا. قابلمه پرکنم داشت. این آشپزخونه واقعا با آدم حس خوبی میده. از اکسسوریاش که بگذریم، فضای بالکنش بود. پرده‌هاش هم که همه ریموت دار بود. اصلا دلت نمی‌خواست از سرویس بهداشتیش بیرون بیای. ترکیبی از سنگ و چوب و گیاه که قشنگ حس طبیعت رو بهت میدن. طراح داخلیشون توی خونه از دکوراتیو و آرت ورک های زیادی استفاده کرد. واقعا خوش باله صاحب این خونه، خیلی فضا شیک بود. بعدش رفتیم سراغ اتاق. قبلش از این راهرو پینترستی جذاب رد شدیم. واقعا شیک. اتاق کودکش رو اصلا نگم. خوش به حال این بچه. فکر کنین کلاً کلوزتش بود. اتاقش هم تازه مستر بود. برای اتاق خواب خواسته بودن آرشیتکت یه فضای گرم و آرامش بخش طراحی کنه. واسه همین حتی رنگ و نور این قسمت از خونه هم فرق می‌کرد. سرویسش خیلی بزرگ بود. آینام همه هیتر و بکلایت داشت. اما این اتاق خواب یه کلوزت خیلی بزرگم داشت. قشنگ از اونایی که قبل مهمونی میشینی توش لباس انتخاب میکنی. واقعا دم طراح داخلیش گرم، خیلی شیک دکور کرده.